شنیدم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این در تابستان 1341 شاه دوست دیرینه خود اسدالله علم را به نخست وزیری گمارد که دولتش هم مورد اعتماد و هم مطیع بود. گرچه حرکت سیاسیون مخالف مهار شده بود، اما در میان روحانیون نیروهای تازه‌ای در شرف تکوین بود که با دولت سر آشتی نداشت. آنگونه که ابوالحسن بنی صدر میگوید، روابط روحانیت و دربار پیوسته نوساناتی داشته. علل اصل روحانیت با خانواده پهلوی خوب نبود. در دوره مصدقی روحانیت به طور عمومی از دولت مصدق حمایت میکرد، چون از خانواده پهلوی که علل اصل بدش میامد، از توده‌یار هم که خب و دین و خدا و همه اینا دشمن میدونستن، به طریق اولا بد میدونستن. اینها قشری از روحانیت، یک قسمتی از روحانیت با دربار پهلوی بود از ابتدا، خصوصا بهبهانی و گروهی از روحانیان که در مرکز با او کار میکردن، اینها مخالف مصدق بودند و موافق دربار. و بعد که آقای کاشانی هم با مصدق در افتاد و به تدریج به اصطلاح روحانیت فاصله گرفت از حکومت دکتر مصدق. و در این زمان به گفته اردشیر زاهدی، شاه در حفظ روابط حسنه با روحانیون میکوشید و با آنها مشورت میکرد. موقعی بود که در زندان حکومت نظامی مصدق بودم و از اونجا که خارج شدم مستقیما رفتم به دیدن آیت الله کاشانی، چون اون وقت من خیلی ارادت و احترام داشتم با آیت الله کاشانی و در اون زمان من هم با آیت الله کاشانی و هم با آیت الله بهبهانی و آیت الله عظما بروجردی خیلی ارادت داشتم. و بعد هم در جریاناتی بود که چه موقع مصدق و نه اسفند، چه بعد که اعلیحضرت میخواستن یک زن خارجی بگیرن که پیغام آیت الله عظما بروجردی رو و همینطور مرحوم امام جمعه و همینطور آیت الله بهبهانی و نظریات آقای آیت الله کاشانی رو به اعلیحضرت گفتم و بالاخره اون وقت از این فکر منصرف شد. در جریان 28 مرداد در میان روحانیون گروهی علناً از ملیون حمایت می کردند و گروهی از دربار، اما اکثر روحانیون از درگیری مستقیم در سیاست پرهیز داشتند که در صدر آنها مرجع اصلی آیت الله بروجردی بود. اما ابوالحسن بنی صدر می گوید نظر آیت الله بروجردی به خصوص در ماجرای 28 مرداد هم برای شاه و هم مخالفانش اهمیت بسیار داشت. شاه به او تلگراف کرد از روم، شاهی سابق، و او جواب نداد الا بعد از آمدن شاه به تهران. ولی به هر حال در واقع دو فاکتو و بعد هم در عمل اون رو پذیرفت. ولی در روزهای آخر حیاتش با اون شاهی سابق به شدت سرشاخ شده بود. هنگامی که در سال 1340 آیت الله بروجردی درگذشت، شاه که خود را مقتدر و بی‌نیاز از روحانیت می‌دید، دیگر سدی از جانب روحانیون در برابر خود نداشت. به ویژه که به گفته ابوالحسن بنی صدر، علمای طراز اول شیعه بیشتر در نجف بودند. بعد از مرحوم بروجردی، شاخص‌تر از کسانی که در قم بودند، در نجف وجود داشتند. شارودی بود در نجف، حکیم بود در نجف، حتی میلانی بود در مشهد که جلوتر بود از اینهایی که در قم بودن. در قم هم سرشناسشون مرحوم شریعت مداری بود اون وقت، و مثلا مصدقی ها هم خیلی برای او تبلیغ میکردن اون وقت، چون شریعت مداری در دوره مصدق مصدقی بود، بنابراین قم به اصطلاح خالی بود. الا اینکه تلگرافی کرد شاهی سابق به حکیم و این سبب شد که قوم دوباره جان گرفت، چون اون آدم جوری بود که به هر کس تلگراف میکرد روز از نظر مرجعیت ثابت میکرد. پس اون حکیم گرچه در نظر مرجعیت از همینا جلوتر بود، اما در ایران قوت نگرفت کارش. پس قوم مثلا امکان پیدا کرد که روش کنه و تولیت به من نقل کرد، گفت که روز اول من رفتم پیش آقای خمینی گفتم بیا به میدان، گفت نه
من حالا تکلیف ندارم، حالا این آقایانی که هستن اگر از عهده برآمدن که خب هستن و من به همون تدریس خوانم، اگر نه اون وقت میام جلو. آیت الله خمینی تا این زمان رساله عملیه ننوشته بود، اما در تدریس و تربیت شاگرد بسیار کوشیده بود. او را در خارج از حوزه چندان نمی شناختند، ولی شاگردانش به او بسیار اعتقاد داشتند. یکی از شاگردانش آیت الله حسین علی منتظری است. ایشون امتیازی که دارند از سایر مراجع تقلید این که همینطور که در مسائل فقهی که محل تقلید مردم است مجتهدند، در مسائل فلسفی و مسائل عرفانی که جنبه معنوی دارد ایشون در اون علوم هم اجتهاد دارن. و 30 سال پیش ایشون درس اخلاق، درس عرفان میگفت، اینجا همه طبقات شرکت میکردن. این امتیازی است برای آیت الله خمینی که در این رو امور معنوی هم ایشون اجتهاد هستن و کارشناس این مسائل هستن. توجه به فلسفه و عرفان آیت الله خمینی را در حوزه قم قبلاً به انزوا کشانیده بود، اما به گفته شاگردانی همچون حجت الاسلام رفسنجانی، توجه به عرفان او را از مسائل زندگی باز نداشت. در حدود سال 25 به بعد شرایطی پیش آمد در حوزه قم که ایشون منزوی شدن، خانه نشین شدن سالها، که یکی از ادله اختفاء بعد فلسفی ایشون همین حالت بود. ایشون در اون دوره با اخلاق سر و کار زیادی پیدا کردند. نقطه‌ای که برای ما جالبه این است که این مجموعه، یعنی فقه، فلسفه، عرفان و اخلاق، در یک زمینه و ظرفیت مستعدی ریخته شد، یک معجونی در آورد که این معجون امام بود. و حالا کسی که جهان رو با استدلال شناخته و در سیر و سلوک به خدا پیوسته که عوارض منفی غرور علم رو از خودش ریخته، غرق در دریای هستی شده، به خدا وصل شده، ولی خلق رو هم فراموش نکرده. همین توجه به خلق و مسائل روز بود که کم کم آوازه آیت الله خمینی را به گوش سیاسیونی همچون دکتر کریم سنجابی رسانده بود. ما موقعی که در جبهه ملی فعالیت می‌کردیم، بعد از فوت بروجردی صحبت‌های از خمینی می‌شنیدیم که البته تجلیلی از نهضت ملی ایران و از مصدق نبود، ولی مخالف اون هم نبود، مخالف استبداد بود، مخالف دولت وابسته به بیگانه بود، مخالف بیقانونی بود، مخالف تعدی بود. هرچند در این صحبت ها و اعلامیه ها تعریفی تجلیلی از ما و از مبارزات مصدق نبود، اما مبارزه در دنبال اون و در همون خط بود و چیزهایی را میخواست که ما میخواستیم. جبهه ملی و روحانیت متحد هم نبودند، اما از طریق هواداران جبهه در بازار با آنها در ارتباط بودند و به گفته حاج محمد شانچی، یکی از بازاریان، در تحکیم موقعیت مراجع مورد نظر خود میکوشیدند. بعد از فوت مرحوم بروجردی بود که آقای دکتر سنجابی به من مأموریت دادن که من برم قم برای تعیین اعلم که کی اعلم باشه و از کی تقلید کنن. و بیشتر نظر آقای دکتر سنجابی و جبهه ملی به آقای شریعت مداری بود، ولی من خودم چون من یک مسلمان بودم میگفتم من باید ببینم کی اعلم و اعدله. خدمت آقای شریعت مداری که من سابقه ام داشتم، ایشون منو خوب میشناخت، منم ایشون رو خوب میشناختم، خدمت ایشون که رسیدم به سلیقم نیامد که ایشون بتوانه مرجع خوبی باشه. رفتیم پیش آقای مرعشی و پیش آقای گلپایگانی، اونها را من نپسندیدم. گفتم کسی دیگه ایم هست که در مزان به اصطلاح مرجعیت باشه؟ گفتن یه حاج آقا روح اللهی هست. این بود که ما رفتیم منزل حاج آقا روح الله، منتظر موندیم تا آمدن. بعد که آمدن، خب طبق رویه‌ای که داشتن سرشون پایین انداختند و به کسی نگاه نکردند و جواب سلامی دادن رفتن تو اندرون.
بعد چند دقیقه فاصله شد و آمدند و نشستند و مراجعینی که اونجا بودن رفتن حرفاشون رو گفتند و آمدند. ما بودیم که رفتیم اونجا، رفتیم پیش آقای خمینی، گفتیم آقا ما از طرف جبهه ملی آمدیم برای تعیین مرجع و آمدیم خدمت شما. گفتن خیلی خوب، ولی خیلی با ما سرد گرفتن، خیلی سرد. و حتی رساله ایم که ازشون من خواستیم، ما گفتم رسالتون بدین، گفتن رساله من ندارم، رساله بدین کتاب فروشی‌ها بخرید. حتی یک رساله ایم ندادن، در صورتی که سایر مراجعی که می‌رفتیم رساله که می‌دادن، نهارم می‌دادن، پولم می‌دادن، همه چی می‌دادن. من با خودم گفتم که حالا اگر علم شه که من نمی‌توانم بفهمم که چه مقدار اینا علم دارن، چون باید با معاشرت کنیم ببینیم چقدر علم دارن، ولی از نظر تقوا این سید از دیگرا با تقواتره. دولت امینی که روی کار آمد در غیاب مجلس طرح اصلاحات ارضی را به تصویب رسانید. دکتر امینی که در جلب نظر روحانیون می‌کوشید در لحظات آخر عمر آیت الله کاشانی به عیادت وی رفت. روحانیون قبلا با اصلاحات ارضی مخالفت کرده بودند. دکتر امینی برای جلب حمایت روحانیون به قم رفت و از آن جمله از آیت الله خمینی در خانه اش دیدن کرد. در موقع نخست‌وزیری بودم، وقتی رفتم به قم مدرس بود، نشست اون سرخ سرخی داشت این ترتیبات و گفت آقا تب داره. خب همین قیافش بود. برای اصلاحات ارضی من رفته بودم به قم، برای اینکه رفته آخوندا رو دیده بودن کرک جور کنم، ولی این یک کلمه صحبت نکرد ابدا، هیچ واقعا صحبت نکرد. واقعا چیزی که من میگم گفت آدم روشنفکریه، بهم گفت آقای نخست‌وزیری این موضوع طلاق مبتذل شده، دارن تحریر میدم دفتر رسمی و طلاق بدم، این شاهد میخواد، دلیل میخواد، واقعا گفتم چش اسلام میکنیم و بلند شدم. از اون اتاقش تا دم در یه باغچه بود، گفتم شما همه تب دارید این ترتیبات رو، سزاوار با من بود. گفت آقای توهین کرد. گفتم چرا؟ گفت تو دم در نمیاد. گفتم آخه شکرم که تفتین نکنید. و خیلی هم داشت اثر کرد، برای اینکه رفت بالا که نخواسته نزد خمینی رفته. دکتر امینی که استعفا داد، دولت علم لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را تصویب کرد. در این لایحه به زنان حق رأی داده شد. قید اسلام از شرایط انتخاب کننده و انتخاب شونده برداشته شد و برای سوگند منتخبین به جای قرآن کتاب آسمانی ذکر شد. این لایحه خشم روحانیت را برانگیخت و به گفته ابوالحسن بنی صدر حملات آیت الله خمینی به دولت علم شدیدتر از دیگران بود. اولین اطلاعی که مردم از وجود او پیدا کردند نامه ها و تلگرافاتی بود که به مناسبت انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی به اصطلاح عنوان شده بود و این تلگراف ها او خیلی داغتر، کوبنده تر در جامعه عصبانی اون روز مطلوب تر می نمود. بر اثر حملات روحانیون و تظاهرات اعتراضات سرانجام دولت علم این لایحه را لغو کرد. اما شاه که به گفته داریوش و همایون مصمم بود تا به نظام خود جان تازه‌ای بدمد، حاضر به عقب نشینی نبود. نظام سیاسی ایران بعد از نزدیک به 10 سال که از 28 مرداد گذشته بود دچار رکود و عقب نشینی و خطر از دست دادن کلی اعتبار خودش شده بود. باید در اون زمان یک حرکت تازه‌ای شروع می‌شد و یک جان تازه‌ای به رژیم پادشاهی داده می‌شد. علاوه بر این که محمد رضا شاه خودش رو جانشین رضا شاه می‌دونست و می‌خواست که اقداماتی رو که پدرش کرده دنبال بکنه و شاید هم ته دلش نمی‌خواست که از پدرش عقب بمانه. به هر حال این یک ضرورت تاریخی بود در اون لحظه این اصلاحات و شاه در آغاز شاید با کمی تردید ولی به سرعت و به زودی با عزم خیلی استواری به این اصلاحات اقدام کرد و همونطور که پیش بینی می‌کرد اصلاحات ارضی، دادن حق رأی به زنان و پایه‌گذاری سپاه دانش و بعداً سپاه‌های دیگه سرزندگی و تحرک تازه‌ای به تمام نظام سیاسی ایران داد و دلیل عمده‌ای بود برای پایداری رژیم در برابر مخاطراتی که از همه طرف تهدیدش می‌کرد. برای شاه یکی از این مخاطرات روحانیونی مثل آیت الله منتظری بودند که بر نقش سیاسی اسلام بیشتر تأکید می‌کردند. ما اسلام را دینی می‌دونیم که در تمام شؤون بشر وظیفه بر انسان معین می‌کنه. همینطور که جنبه‌های معنوی
و ایدئولوژی انسان را اسلام در نظر میگیره، همینطور امور اقتصادی و امور سیاسی، برای که بشر در زندگی احتیاج داره به مسائل اقتصادی، به مسائل سیاسی، به مسائل خانواده. بنابراین چون اسلام دین کاملی ما میدونیم، انسان را از اون وقتی که به دنیا میاد یا قبل از اصلا انعقاد نطفه در نظر میگه تا وقتی از دنیا بره. و اگر یه کسی بگه من در اینجور مسائل سیاسی دخالت نمی کنم، معنیش اینه یعنی بعضی از مسائل اسلام میذارم کنار، وقتی شخص میشه نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض، و این غلطه. و شاید مثلا بعضی بگه که در مذهب مسیح مثلا اینجور بوده که بودن کار داور را به داور به سپار، کار قیصر را به قیصر، این از نظر اسلام غلطه. گذشته از این، به گفته احسان نراقی، روحانیون در اداره جامعه برای خود حقی قائل بودند و شیوه عمل شاه را نمی پسندیدند. بلی هم هست، همون موقع که مرحوم میدانی آمده بود تهران، با ملای روشنی بود، آدم خیلی بازی بود، من میرفتم پهلوش، یه روزی من گفتش که این شاه میدونی حواسش پرته. گفتم چطور؟ گفت این میخواد اصلاحات ارضی بکنه. خب به ما بگه، ما باید تطبیق بدیم اینو با اصول شرع. میتونم تطبیق بدیم، یعنی راه داره هر چیزی از آن شرع، این نیت اگر صحیح باشه ما پیدا میکنیم فرمشو صورتشو بستا، حتی راجب رأی زنان نسوان. ولی با گردن کلفتی که میخواد عمل بکنه ما زیر بارش نمیریم، کار ما هم خراب میکنیم. ما هم بالاخره با مردم باید راه بیاییم، نمیتونیم ما هر چیزی بگیم، باید یه نوعی عمل بکنیم که مردم قبول کنن. خب قوانین شرع هم رعایت بکنیم، کار مشکل همینه، ولی نه با گردن کلفتی و زورگویی. اما شاه این بار بیان که وقعی به اعتراضات مخالفان بگذارد، به گفته داریوش همایون، اصلاحات خود را به مرحله اجرا گذاشت. شاه بیت این اصلاحات، این برنامه اصلاحی، این انقلاب سفید، اصلاحات ارضی بود. این دکتر ارسنجانی وزیر کشاورزی بود از حکومت دکتر امینی و این کار را از همون زمان شروع کرد و به عنوان یک برنامه آزمایشی اول این رو در مراغه در زمستان 40 اجرا کردند. برای مالکان زمین یک حدی قائل شدند، بقیه رو بین کشاورزان تقسیم کردند و بعدن در یه مرحله دومی برنامه اصلاحات ارضی تکمیل شد و در عرض چند سالی که گذشت شاید 2 تا 3 میلیون روستایی در ایران صاحب زمین شده بودند و مالکیت عمده ارضی از بین رفته بود در ایران. البته بعدن دوباره شروع شد به صورت‌های دیگری، ولی اون ربطی به برنامه اصلاحات ارضی نداشت و برنامه بسیار بزرگ و تاریخی بود. اصل دیگری که از نظر طرفداران اصلاحات شاه اهمیت بیشتر داشت، دادن حق رأی به زنان بود که اشرف پهلوی، خواهر شاه، آن را مهمترین تحول تاریخی برای زنان می‌داند. مهمترین موفقیت زنان ایرانی به دست آوردن حق رأی دادن و انتخاب شدن بود که به وسیله شاهنشاه رسما اعلان شد. اما این موفقیت به خودی خود هدف محسوب نمی‌شد و من همیشه توجه زنان ایرانی را به این موضوع جلب کردم که موفقیت فردی ایشان در این نیست که حتما وکیل یا سناتور یا وزیر یا مدیر کل بشن. این مقامات در دستش ایشان هست، ولی کم زنها باید مثل مردها مدارج لازم رو طی بکنن و شایستگی خودشان را در کارها نشان بدهن. اصلاحات ارضی و دادن حق رأی به زنان منتقدانی هم دارد. احسان نراقی یکی از آنهاست. شک نیست مهم بود، اصلاحات ارضی مهم بود. این که مثلا کسانی بودن صاحب 50-30-40 پارچه ده بودن و خب زار این حق داشتن، یه چیزی بود که از پیش مدت ها همه اصلاح طلبان طالبش بودن، مهم بود. ولی اگر بعد از اون، اولا این اصلاحات ارضی به طرزی اداره می شد که کمک کنه به بار رفتن بازده کشاورزی و متمرکز کردن بیشتر کشاورزان در منطقه روستایی، و بعد هم اگر طبقه مالک از بین رفت، مالک بزرگ، جای او رو یک طبقه جدیدی به نام بخش خصوصی جدید که از امتیازات زیاد برخوردار بود نگیره، یعنی اختلاف طبقاتی رو گفتن به شاه که شما با تحولات بعدی
از بین نبردید، از این جهتی بیشتر هم کردید. بنابراین لطف اصلاحات ارضی از نظر اجتماعی و سیاسی با سالهای بعد تقریبا سپری شد. دوم هم مسئله رأی زنان بود که خیلی به این مسئله شما تکیه داشتید. خب در مملکتی که همه مردم میدونستن که انتخابات اساسی نداره، آزاد نیست، حالا 10 تا 15 تا هم خانم بیان تو مجلس، مجلسی که مردم در انتخابش اثر نداشتن و قبلا دولت و ساواک و دستگاه‌های انتظامی و غیره تعیین میکردن لیست کاندیداها رو، چه اهمیتی داشت که زنان رأی بدن، 10 تا خانم اونجا باشن یا نباشن. اما داریوش و همایون میگوید حتی نفس قانونی کردن حق رأی زنان فارغ از شیوه اجرای آن گام مثبتی بود. در هر جامعه اول باید چارچوب های حقوقی درست بشه و خود چارچوب حقوقی اگر اصلاح بشه یک پیشرفتی در جامعه و تسریع میکنه حرکت جامعه رو و اون محتوایی که توی اون چارچوب خواهد آمد هم زودتر و آسانتر خواهد آمد و هم شکلی که قبلا این چارچوب حقوقی بهش داده خواهد گرفت. پس یه قدم مثبتی بود. خانم ها توانستند با استفاده از این قانون به مقامات مهم کشوری برسند. در طول تاریخ ایران ما شاهد ورود زنان به عرصه سیاسی و اداری و اجتماعی تا این حد نبودیم. بعض زنان همیشه در تاریخ ایران در حال تحت شعار مردا بود. این اولین باری بود که زنان ایران در یه حد مساوی با مردان قرار گرفتن. از نظر حقوقی حالا می فرمایند که آزادی نبود، ولی خب اقلن به طور مساوی نبود، چون قبلا زنان در جامعه‌ای که آزادی نبود هم دچار یک تبعیضاتی بودند. جدا از حسن و عیب این اصلاحات، شاه مخالفان بسیار داشت که منتظر فرصت بودند و خود را آماده نبرد می‌کردند.